رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی دات پا. با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین ها سعید بهبانی هستم در این روز دوشنبه دوشنبه اول ماه می است بهش میگن می دی و طبیعتا یازدهم ماه اردیبهشت است خب امروز در ایران هم کارگران دولت تظاهرات کردند و بازنشسته هم همراهی کردن در خارج کشور هم که میبینیم هر جا که زندگی میکنیم خیلی جالبه که این اساس کارگر مربوط به است ولی در آمریکا اصلا تنها چیزی که وجود نداره همین ماجرای کارگر و رو روز کارگر البته در ماه سپتامبر در فکر کنم چهارم سپتامبر باشه که روز کارگر رو در آمریکا رسم دارن میدونن که آقا امروز لیبر دی هست ولی رفتی به ماجرای کارگر و سرخ و اینا ندارد و خیلی داستان قمنگیز است اما اتفاقاتی که پیرامون ما میفته ایران ملتهب است انقلابی در شرف تکوین است اما این بر در خارج کشور بر در دیگری میکوبیم. از آقای دوشوکی خواهش کردم دعوت کردم از ایشون که در خدمتش باشیم برای اینکه مدتی است می‌بینم که می‌نویسه می و خوبم می‌نویسه گفتیم که آقا تشریف بیارین در خدمتتون باشیم و بشنویم فرمایشات این نازنین اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم خدمت جنابالی عرض سلام دارم و خدمت بینندگان خوب تلویزیون میهن و خوشحالم که یک بار دیگر در خدمت شما هستم ممنونم آقا از حضورت سپاس گذاریم ارزم به حضور چی بذارید از اینجا شروع کنیم که دیروز در یعنی شنبه در حقیقه در لندن تظاهرات بود دو گونه بود و خیلی هم واکنش نشون دادن و این وریا و اون وریا حرف زدن نگاه شما دیدم یه مطلبی هم در این زمینه نوشتین اساسا نگاهتون میخوام بدونم که چیه چرا این اتفاق داری میفته این دوگانه چیه مگه یه مملکت که بیشتر وجود نداره یه نظام جمهوری اسلامی هم بیشتر وجود نداره این همه اینجا دوگانگی و چند دستگی دلیلش چیه فکر میکنید دنبال چی میگرده متاسفانه این دوگانگی ای و چند دستگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که داستان است پر آب چشم و البته شما اشاره فرمودید به اون مقاله‌ای که من اخیرا نوشته بودم و شما هم لطف کردید در سایت میهن تیوی اون رو گذاشته بودید برخی از سایت ها هم منتشر کرده بودن من در این موردم توضیح خیلی کوتاهی بدم و بعد بپردازم به تصویر بزرگتری که در لندن وجود داشت روز شنبه و تصویر بزرگتری از اپوزیسیون و این چند دستگیها قضیه به این صورت هست که آقای وحید بهشتی که الان در روز شست و هشتم اعتصاب غذاش هست در مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا یک فراخانی رو داده بود برای روز شنبه برای گذاشتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی توسط بریتانیا حالا یا بریتانیا این کار رو کنه یا نمی کنه یه بحث جداست ولی خب اکثر ایرانیا میخوان واقعا چون سپاه عملکردش تروریستی بوده خب ایشون هفته گذشته با من تماس گرفتن و گفتن شما بیایید یکی از سخنرانان باشید چند روز بعد مجددا تماس گرفتن گفتن یه بیوگرافی و متن سخنرانیتون رو به زبان انگلیسی برای ما بفرستید چند نفر از ارگنایزرها یا برگزار کنندگان بودن که من فرستادم و اینا تا اینکه روز جمعه شد جمعه اصر جمعه یه روز قبل, قبل از تظاهرات ایشون دوباره با من تماس گرفتن و گفتن که ما الان جلسه ای داشتیم اسپانسورها و خلاصه, خلاصه بگم داستان رو طولانی نکنم که حداقل اون گونه که من فهمیدم یکی از این اسپانسرها. که همه کاره هم هست گفتن اگر دوشوکی باشه جز سخنران ما اصلا این رو تحت پوشش قرار نمیدیم کی حالا اسپانسر کی میدونیم که شما یکی از این تلویزیون های لندن هست که وابسته به کشورهای منطقه هم هست که شما اینترنشنال می یعنی میخوای بگی بله بله بل. خب بفهمیم صراحت لهجه داشته شو خب اصلا من اصلا میکنم نه من حالا که میخواد چیکار سو کنه مثلا شما رو چرا گفتی به ایشون دوباره زنگ زدن دو سه بار زنگ زدن بعد گفتن که خب اون لحظه ای که از اون ور رودخونه تیمز داریم حرکت میکنیم میاییم به جلوی کاخ نخاس وزیری سخنرانان جلو هستن شما هم میتونید جزو اون سخن صف جلو در کنار سخنرانان باشید و بیایید جلوی کاخ نخست وزیری ولی سخنرانی نمیتونید بکنید که من بهش گفتم داری شوخی میکنی <تصفح> گفتم من هرگز هزار سال سیا همچه کاری رو نخواهم کرد بر حال خود اون تلویزیون مثل که مشخص کرده که چه کسی دیگری باید سخنران باشه البته این برمیگرده به انتقاداتی که من از در گذشته از این تلویزیون داشتم بعد آقای وحید بهشتی هم یه مصاحبه داشتن تیتر خیلی بزرگی در همین سایت همین تلویزیون اومده بود که ایشون گفته بودن من خاطر اصولم و از این چیزا حتی یک میلیمتر هم عقب نشینی نخواهم کرد من تا وقتی این رو دیدم گفتم خب الان موقع چون چون داره وقیده من این چیشون عقب نشینی کرده بود و این مقاله رو نوشتم که بگم اولا که شما عقب نشینی کردید اینی که ادعا کنید که من اعتصاب غذا کردم حاضرم جونم هم از دست بدم به خاطر اصولم این گونه نیست حالا بگذاریم از اینکه 68 روز از اعتصاب غذای شما گذشته ولی من واقعا ایشون رو همچین نحیف و لاغر ندیدم وقتی ایشون رو دیدم هفته گذشته و ایشون میره روزیم چند بار باشندین رسانه آدم آقا مستقر. یه روز که روزه میگیره ما رمزه همین پیروز روز تموم شد همه ما هم تو بچگی روزه گرفتیم تو نمیدونم همه این بازی ها رو کردیم برای امتحان برای شوخی برای باور هرچی شما اما از که میشه یه ذره حال نداری حرف بزنی آخه نمیشه 68 روز دادم روزه بگیره بعد اینجوری صفر قدم بزنی حرف بزنی صف محکم نمیدونم بفرمی شما ادامه بدی بله درسته نه ماه رمضان که ما حال نداریم حال نداشتیم مثلا طرف های غروب خب ببینید غروب چقدر میخوردیم بعد شام میخوردیم بعد صحری میخوردیم آره. یعنی چارج میشدی بیش از حد برای روز بعد حالا شما تصور کنید یه نفر 68 ه... بابیساند من فکر کنم بابیساند حدود 35 عاز می‌خوام 65 روز اعتصاب قضا کرد و مرد مرد بابیساند بله و خب در ایران هم اخیراً الله اسمش رو من فراموش کردم به عرض معذرت که برای 3 4 هفته اعتصاب که اصلا اصلا پوست و استخون شده بود اکبر گنجی هم اعتصاب غذا کرده بود که عکساش معلوم بود دیگه چه شکلی بله بله. بله بله. از این نظر برها الان من این رو که دارم میگم از هموطنان میخوام که به صفحه توییتر ایشون برن سری بزنن همین امروز آخرین پست خودشو گذاشته بود که من تا آخر هستم از این حرفا چقدر هموطنان بهش حمله کرده بودن در مورد اینکه آقا از این کارها دست بردار آبروی ما رو آبروی هر کسی رو که تا به حال اعتصاب قضا کرده در همه جای دنیا این آبرو همه اینا رفت مگه میشه آدم 68 روز اعتصاب قضا بکنه هیچی نخوره به جز آب و چند حب قند این یعنی اصلا امکان نداره اینی من دیدم تعداد خیلی زیادی حمله کرده بودن حال ایشون و نکته دیگری هم که خب برای ایشون گفته بودن که ایشون طرفدار مجاهدین از از ایشون دفاع کردم و حتی روزی که ایشون رو هم که دیدم گفتم خب شاید به خاطر این پرچمی که شما پشت سرشون دارید و شیر خورشید و اون پرچم مختص چیز مجاهدین هست کن حالا چیزی جوابی به اون صورت نداد منظورم اینه که به حال این انتقادات مطرح میشه و منم واقعا اون موقعی که قبول کردم برم جزو سخنرانان بشم من نمیدونستم که اسپانسرها کی هستن گروه ها کی اصلا پشت این ولی واقعیت اینی که متاسفانه در این اپوزیسیون این میتینگ ها تظاهرات و گردمایه بزرگی رو که ما میبینیم پشت سر اینها واقعا یک سری نهادهای مالی هست که ما یه حکومت و یه مملکت در اختیارش شما میخوایم با اینو بریم بجنگیم اینو میخوایم بر بیاندازه. این ما یه عده معدود و قلیل هستیم او یه نیرو و یه مملکت پشتشه به اضافه اینکه در میان ما هم آدم های خودش رو داره و کاشته و همینجوری نگاه میکنیم خب خیلی ساده معلومه یه حرکتی در ایران اتفاق افتاده یه انقلابی در جریان این یادمون نره یه انقلابی در جریان امروز دوباره یه ویدیو اومده بود که یه روی رو موتور وسپا نشستن خواهرش همسرش دوستش هر کی خانم اون پشت نشستن بدون روسری این مقاومتی که اونجا وجود داره که مغازه داره جرأت میکنه این مقاومت دیگه آگهی میکنه که اگه کسی بی هجاب بیاد اینجا من بهش تخفیف میدم و اینا علنی می نویسه آگهی میکنه دستگاه امنیتی خونه میره یارو رو میگیره جریمه میکنه حالا در دکونش رو پلم میکنه خب این نشون میده که یه حرکت اونجا داره اتفاق میفته این و یه دادما هول شدن فکر میکنن که همین ساده است میگیریم و میگیریم و, می و فردا تموم شد و رفت و امروز هم میگه چرا نشد پس من خیلی امید داشتم که بشه و برم وطنم و ببینم و اینا خب وقتی میبینه که این حرکت اتفاق افتاد و نگاه کردی که فرض کنید که یه اقبالی کردن به یک شاخصی به نام شاهزاده رضا پهلوی خب طبیعتا اون فورا میاد و تفرقه بیانداز حکومت کن فوری تفرقه انداخته دیگه خیلی ساده است روشنه امکانش هم داره همه آدماشم هم تو تمام این رسانه ها کاشته برای خودش داره تحت قالب شما همین تلویزیون شینشین رو نگاه کن همین رفتارش رو امروز همین امروز نگاه کن ببین حرفای آقای شول سعدی حرفای اون یکی نامردی رو نگاه کن ببین اینا چی میگن راجبه چی حرف زدن امروز روشنه خب بعد چه اتفاقی افتاد اساسا بفرمایید شما بشنوید شما اشاره کردید به این تلویزیون که آقای شور سعدی داشت صحبت میکرد برای من حیرت آور بود شور سعدی میگفت که این سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل داشته در اونجا قرار مدار گذاشتن با همدیگه که ایران رو تجزیه کنند خب چرا؟ شما اصلا ببین نه اصلا حیرت آور تلویزیونی که ادعا میکنه طرفدار خاندان پهلوی بزرگترین دشمنی ها رو با خاندان پهلوی میکنه بزرگترین دشمنی ها افرادی رو میاره پشت سر هم شور سعدی بعد جوان مردی بعد سعید سکوی بعد نمیدونم جا... اون علی مال حزب کمونیست کارگری اه... جوادی, که اسمش, من نیم... جوادی. 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 حتی اسمش جوادی نیست خودش هم تو برنامه تلویزیونی که من باش در ها داشتم ازش پرسیدم گفتم شما اسمتون نه علی نه فامیلتون جوادی کیه اسم واقعیتون گو نمیگم گو اینا رو من انتخاب کردم خب ما افرادی رو داریم که اصلا اسم اونها رو نمیدونیم طرف میاد با اسم مستعار اصلا میاد حرف میزنه متاسفانه این برمیگرده به همون سوال اولی شما که چه خبر این چند دستگی شما ببینید واقعا از دیدگاه طرفداران پهلوی با داشتن دوست هایی مثل کانال یک پهلوی دیگه احتیاج به دشمن نداره اینا خودشون بدترین دشمن در برنامه های خودشون شب و روز افرادی رو میارن که حمله کنند و این من دارم این مثال رو میذارم نه فقط بر علیه این تلویزیون منظورم اینه که شما این کسانی که خودشون رو دوست جا میزنن اینگونه دشمنی میکنن چه برسه به اونهایی که اصولا ادعا میکنن و میگن که ما حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطی مثل آقای نه مشکل اون در خود اون تیم طرفداران حالا اینا که دشمنشن خود طرفدارانش هم در حقیقت رفتار دشمنانه انجام میدن یعنی من اصلا نمیدونم که چرا ظرف یه روز باید دو تا تظاهرات باشه چرا این اتفاق باید بیفته بعد حالا شما تظاهرات میذارین حالا تصادفا اتفاق میفته خب شما برو اون برای خیابون برای خودت برو یه محله دیگه برای خود آدمات جمع چرا تلا خود چرا اون یکی رو بزنی به هم من, من, در مورد من در مورد تظاهرات دوم در لندن هیچ گونه انتقادی ندارم دلیلش هم کاملا مشخصه این تظاهراتی که جلوی کاخ نخست وزیری بود یک پروژه بود یه پروژه, پروژه آقای حامد اسماعیلی و آقای بهشتی و یک تلویزیون مشخص و اینکه یک فرد ملی یک فرد واقعا دموکراسی خواه یک فرد ایرانی با آگاهی چون من واقعا قبل از اون نمیدونستم قبل از جمعه با آگاهی که این یک پروژه است بره بخشی از اون پروژه بشه این بقیده من درست نیست در نتیجه بسیاری از هموطنان تصمیم گرفتن که تظاهرات مستقل خودشون رو داشته باشند و بگن ما خواهان در لیست گذاشتن یا در لیست قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی هستیم ما هستیم ولی دلیل نمیره که بریم زیر پرچم مثلا تلویزیون فلان کشور عربی هرچی اونا میگن ما این کار بکنیم نمی کنیم در شما نمیتونید اونا رو محکوم کنید چرا نیومدید زیر پرچم این کشور عربی این چرا نکن من میگم چرا برای خودت در یه جای دیگه چرا میری اینو میخوای به هم بزنی نه, نه نه جای دیگه بوده در نبوده آه، پس توضیح بدیم ما بفهمیم چی با ما که نبودیم این... اونجا که؟ که خیلی خوب تصاویری تزافر... که ما میبینیم یه جوری دیگه به ما القا میکنه همون تلویزیون ایران نشنال یه گونه دیگه به ما القا میکنه به ما القا میکنه اینا اومدن جمع اینا رو به هم بزنه چی بوده واقعیت بله من من به شما حق میدم که یه مقدار آدم واقعا گیج بشه بین جریان چیه ببینید دو تا تظاهرات کاملا مجزا بود در دو بخش مختلف خامل. لندن اینا هیچ گونه تداخلی در همدیگه نداشتن طرفداران مشروطه تظاهرات مختلف متفاوتی داشتن در جای دیگه اما حرف شما کاملا درسته من کلیپ رو دیدم که من خود من الان از من میپرسید مطمئن نبودم که این کلیپ در جلوی کاخ نخست وزیری بوده که من حس میزنم بوده چون اینها بر علیه حامد اسماعیلیون شعار میدادند که میگفتن حامد نمیدونم برو بله در بین این جمعی که در جلوی دو سه هزار نفری که جلوی کاخ نخست وزیر بودن طرفداران یا مخالفان این گروه هم بودند یعنی یا شاید طرفداران مشروطه بودن یا طرفداران دموکراسی خواهان و غیره بودند و اونا این شعارا رو دادن و حتی من یادم یکی از سخنرانان در همین جلسه گفت که ما فقط یک نفر این در خود همین جلسه حامد اسماعیلیون گفت که ما فقط یه نفر رو داریم که میتونه رهبر باشه با اون شاهزاده رضا پهلوی و گفت رضا شاه روحت شاد جزو سخنرانان اصلی بود ولی این در همین جمع پیش اومده بود یه عده هم اعتراض داشتن که چرا مثلا گروه های اتنیکی پرچم های مختلف خودشون رو از از احواز گرفته تا بلوچستان، کردستان، آذربایجان و غیره آورده بودن که متاسفانه این دعوا همیشه بوده تو خود منم شاهد بودم در جاهای دیگه در تراف اسکوئر در لندن که جنگ و دعوا شده از این ور هموطنان با پرچم شیر خورشید از اون ور اون دوستان بلوچ و کرد بودن و اونا از من میخواستن که از اونا حمایت کنم اینا از من میخواستن گفتم من وارد این دعوا نمیشم و دیگه هم نمیام به این تظاهرات این متاسفانه مشکلی است که ما در لندن و به احتمال خیلی زیاد برخی از جاهای دیگه داشتیم اما در لندن تا اونجایی که من میدونم بیشتر از هر کشوری این برخوردها زیادتر بوده از این نظر دو تا گروه بودن و خب بعد از این واقعا فروپاشی گروه همبستگی محسا که خیلی تاسف آور بود ولی خب یک واقعیتی بود یعنی نشون داد که هر کسی اجندای خودشو داره Uh, هر کسی برنامه خودش داره و میخواد خودش خودشو بزرگ کنه uh, و یکی از غمنگیسترین داستانها بود بخصوص در این شرایط فعلی که uh, دختران و پسران جوان در داخل کشور در لوله میخوردن به زندان میرفتن کور می‌شدند و یه عده در اینجا واقعا فقط و فقط به دنبال این بودن که خودشون رهبر جا بزنن متوهم شده بودند. از این نظر این مشکل اساسی هست از زمانی که ما این مشکل رو داریم شما مثلا در نظر بگیرید من در همین چند هفته اخیر این رو باید چون حقیقته باید بگم ها مثلا من میدیدم که تلویزیون سیمای آزادی مجاهدین باور کن برنامه های جمهوری اسلامی بر علیه خاندان پهلوی رو نشون میده یا یا خود تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه مجاهدین رو نشون میداد بر علیه پهلوی یعنی من نمیدونم چرا همه اینها در این شرایط بعد از بخصوص بعد از فروپاشی این گروه همشون افرادی که دشمن خونی همدیگه بودن و همدیگه متحد شدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی خب در چنین شرایطی این دو قطبی یا چند قطبی به وجود اومده و جمهوری اسلامی در تمام هم و خودش رو به کار برده که این چند قطبی رو به دو قطبی تنز... تبدیل کنید شما امروز ببینید من واقعا یک ویدیویی رو دیدم از مولانا گرگی یکی از علمایی که بعد از مولانا عبدالحمید تو مسائل اهل سنت داخل کشور در شهرستان گالیکش گلستان معروفه خب ایشون ممنوع المنبر هست جمهوری اسلامی انقدر به ایشون من نمیدونم ایشون چرا اومد الان در این شرایط بر علیه رضا شاه بر علیه شاهزاده رضا پهلوی حرف زد چرا این رو خب هر کس میتونه گمان بزنه داشته باشه منظورم اینه که جمهوری اسلامی داره تمام تلاش خودش میکنه که همه همه حتی دشمنان جمهوری اسلامی اختلافات خودشونو کنار بذارن تا این دو قطبی بر علیه شاهزاده رضا پهلوی وجود میاد چرا جمهوری اسلامی در ارزیابی نهایی خودش به این نتیجه رسیده حالا به هر دلیلی که واقعا در بین اپوزیسیون فقط تنها کسی که میتونه وزن داشته باشه و در بین حالا نگم همه ولی بخشی قابل توجهی از مردم مقبولیت داشته باشه شاهزاده رضا پهلوی و بهتره که همه رو در کنار خودش داشته باشه برای تخریب شاهزاده شاهزاده وقتی تخریب کامل شد دوباره برمیگردن به کسایی که موندن در صحنه اونها رو تک به تک از بین ببرن این استراتژی جمهوری اسلامی در شرایط کردم که این اصلا دنبال همینه یعنی یه ویدیویی این روزا پخش میشه از زنده یاد مانوک و مانوک اونجا درست میگه که این از سه تا موضوع خیلی وحشت داره یکی همین جوانانه به قول خودش پاسارگادیه یعنی مردم کف خیابون و من همیشه گفتم این نه از آمریکا میترسه نه از اسرائیل میترسه نه از جنگ اینا رو نعمت میدونه ولی اون چیزی که وحشت داره کف خیابون و مردمه اونو خیلی ازش میترسه مانو بعد از این جوانان پاسارگاد یا همون مردم میپردازه به ماجرای پهلویز و میگه که این از اون پهلویز میترسه هیچ وحشتی نداره برای اینکه مردم خب خیلی ساده مقایسه میکنه میگه آقا بعضی دیروز خیلی بهتر از امروز بوده بنابراین دنبال اون میگرده اونو میخواد برگردونه پیاده بکنه طبیعتا رضا پهلوی شاخص اون جریانه به همین دلیل رضا پهلوی با سخنرانی هایی که میکنه و حرفایی که میزنه نشون داده که آقا نه طالب سلطنت نه طالب شاهیه میخواد خودش میگه که من میخوام از این ای که دارم استفاده کنم مردم از این مخمسه ای که هست نجات بدم نه میخوام شا بشم نه میخوام برگردم کنم اینا رو من فقط میخوام از این پتانسیل استفاده کنم این تمام حرف رضا پهلوی که حرف درستی هم هست ولی متاسفانه ما توی ذهنیتی گیر کردیم که هی میخوایم برگردیم به گذشته یعنی فکر میکنیم که این مثل سال 57 یه سازمانی تشکیل میشه تو خارج کشور و جمع میشن و میرن توی یه جایی میشه خمینی میشه پاریس و نمیدونم این دفعه میشه لندن و بعد اینا میگنن و بعد سورا ها میشن و میرن تهران و بعد تموم میشه میره و ارتش هم اعلام بیترفی میکنه سپاه هم میچسه میگه نه من میزارم میزارم. اصلا هم اصلا تو ذهنیت همه این حرفایی که میزنه تو همون تخیل خودش برای خودش یه رویایی رو بافته و اون رو میخواد به واقعیت تبدیل کنه در حالی که صحنه مقابل اصلا یه شکل دیگه است اون مردمی هن که داخل ایران دارن تقلا میکنن اون همین میگم مغازه دارای همون خانومه هست همون یه ویدیو هست که نمیدونم یکی میاد تو گوشی دختری میزنه یه خانمی میزنه میخواد سوار موتورش در مردم میگیرنش خو این اون که داخل ایران داره شک میگیره و اون برنده میشه عاقبت این برنده خواهد شد ولی این ور این حیاهوی این ور برای هیچ و به قول شما پروژه هایی که از طریق خود جمهوری اسلامی تحمیل میشه و اینا دنبالش میدونن برای من حیرت انگیزه چرایشو هنوزم نفهمیدم خب چرا مثلا چیه مثلا این آقای حامد اسمایلیون چه وزنی داره این چ... کجا بوده چی کاره بوده از کجا اومده چجوری اومده یا اون یکی خانم مسیح نجات کجا بوده چجوری اومده چطوری شده که در اثر یه اتفاقی اینا یه لحظه میان بالا ولی چون پایه نداره خب دوباره میره پایین این اون بالا نمیمونه ولی رضا پهلوی بالاخره هست یه سلسله پهلوی پشتشه یه تاریخی پشتش نهفته و یه مردمی که آرزوی رسیدن به یه زندگی بهتر رو دارن دنبال اونن من تقله های این گروه ها رو واقعا هنوزم نفهمیدم که چی, چی کار میخواد بکنه مثلا چریک های فدایی اکثریت میخوان چیکار کنم برای مردم مثلا آقای فتاپور آقای کنار آقای اسماعیلون چ... چه ارتباط ارگانیکی با مردم داخل کشور داره شما میتونید تو این زمینه توضیح بدی ببینیم که چیه نگاه شما چیه من فکر میکنم دلایل مختلفی داره اول دلیلش تعصب هست یعنی این گروهگرایی یا جناهگرایی تعصب ایدولوژیک بخصوص از اون نسل قدیمی سنتی که حالا یه نفر یه روز از ساواک یک سیلی خورده تا آخر عمرش میگه که دیگی که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد از طرف دیگه گروه های کمونیستی هستن گروه های چپ گروه های جمهوری خوا گروه, های اتنیکی همه اینا از یک عقبه چپی میان که ضد امپریالیستی ضد پهلوی ضد غربی حالا جالب اینه که همشون در دنیای غرب زندگی میکنن ولی به هر حال این،, این بخشی از اینا تعصب دارن این تعصب مونده و عوض نمیشه الان طرف هفتاد سال سن شده و فکر نکنم دیگه بتونه عوض بشه مسئله خیلی مهمتر دیگر بقیه من نفوذ جمهوری اسلامی است من این نفوذ رو در بسیاری از جاها بخصوص در رابطه با یه بخشی از گروه های قومی دیدم که اینها بیان این جنگ رو جنگ و دعوا بین فارس و بلوچ و فارس و کرد و نمیدونم قومی و اینها رو به طرز بسیار انتظایی به راه بیندازن و به همین دلیل ما میبینیم که علارغم اینکه ما اتحاد باید بر روی حداقل مخرج مشترک ها داشته باشیم شما مثلا دیدید در همین اه اه تظاهرات آقای اسمایلیون و آقای البته من فکر کنم وحید برشتی بیشتر به عنوان یک نمیدونم وسیله که نمیشه گفت ولی واقعا در استفاده میشه توسط اونهایی که میتونن این پولهای کلان رو برای همچه کارهایی بدن مخصوصا اه، اه، حالا یک موضوع دیگری هم که میخوام کلاه بدبینی اون رو سرم بذارم و فکر کنم اینی که الان که عربستان سعودی و ایران به این نتیجه رسیدن که با هم توافق کنند واقعا ممکنه از همین کارها باز دوباره برای این شکاف به وجود خود جناب هم به درستی فرمودید که در روز شنبه ما این شکاف بزرگ رو دیدیم از اون ور گروه های مختلف طرفداران مشروطه بودن از این ور طرفداران این گروه که توسط این تلویزیون بسیج شده بودند ببینید این مشکل برمیگرده واقعا بقیده من به همون مشکل تاریخی و من یک پیغامی دریافت کردم چند روز پیش در چابهار زادگاه خود منم دو تا مدرسه رو مسموم کرده بودن مدرسه دخترانه رو و یکی برای من نوشته بود که بله آی دوشکی خوش باش خودتون اون که مدرسه میرفتید برای شما تغذیه رایگان بود الان برای ما مسمومیت رایگان را آوردن و شما خوش باشید در همون غرب به سر کله همدیگه بزنید این حرف درستیه واقعا دختر بچه ها دارن مسموم میشن جوون ها دارن تیر و گلوله میخورن ساچمه به چشماشون میخوره خیلی هاشون دستگیر شدن و من نمیدونم اینهایی که در غرب هستن اینهایی که ادعا دارن توسط یک تلویزیون یا اون تلویزیون یا این نهاد تحریک میشن واقعا تشویق میشن که ما شما رو رهبر میکنیم شما رو میاری به من گفتم بیا در صف جلو که چی یعنی من برم تو صف جلو منظور اینه که این متاسفانه این کارا رو دارن میکنن حالا چقدر واقعا این بخشی از اون پروژه توافق چین هست من نمیدونم ولی متاسفانه وضع بدتر شده و ما این رو داریم میبینیم در بین اپوزیسیون و همان گونه که گفتم اصلا بحث من بحث مشروط, خواهی یا جمهوری خواهی اینا اصلا نیست اینو مردم تصمیم میگیرن اون جمهوری خواهانی که ادعا میکنن که مردم دیگه سرطنت رو نمیخواد خب پس خیلی خوب بذار مردم رأی بدن وقتی رأی دادن در یک شما فقط چیزی که ما موافقت باید بکنیم همه باید توش باشن اینه که واقعا باید اون رأیگیری با حضور همه با حضور همه, همه گروه شفاف و دموکراتیک باشه مردم تصمیم میگیرن از این نظر بقیده من اینا میدونن که در بین شخصیت های موجودی که در خارج هست بیش از هر کسی شاهزاده رضا پهلوی واقعا یک وزنه ای هست یک سرمایه ملی هست و هدف جمهوری اسلامی به همراه مجاهدین متاسفانه و برخی از گروه های متعصب حالا نمیگم چپ یا جمهوری خواه اینه که ایشون رو به هر دلیلی تخریب بکنن البته من یه نکته رو فقط در جمله آخرم به شما بگم که شما فرمودید که طرفداران ایشون هم گناه کرن. من فکر میکنم در بین به اصطلاح طرفداران ایش بخشی از نه همه بخشی از طرفداران ایشون مخصوصا کسانی که شما وقتی برید در فضای مجازی مثل اینستاگرام بخصوص توییتر عکس عکس رضا پهلوی یا عکس محمد رضا شاه یا عکس رضا شاه رو در پروفایل خودشون میذارن بعد اینا بدترین فشار هم میدن یعنی فوشای رقیق و زشت میان میدن و این خب مشخصه که حداقل بخشی از اینها همون سایبریا هستن سا... نه سایبر... اون که صد دسته اون که سا. شک نکنید که خود دستگاه امنیتیه نه من روی سخنم در حقیقت با همون گروهیه که توی مثلا توی این ویدیوهایی که گفتم ما که اونجا نبودیم و حضور همین فیلم ها رو داریم میبینیم فیلم هم که همه رو به شما نشون نمیده که اون چیزی رو که دوربین دلش میخواد به شما نشون میده اینکه یه عده درگیر میشن نمیدونم با همدیگه نمیدونم کارشون به فضیت و اینا میشه من روی سخنم با اون ادر که اونا برای چی میان اصلا درگیر میشن چرا این کار رو میکنه خب این بیشتر داستان رو از اون مسیری که داره میره به یه سمت دیگه هوری میده من سخنم با اون گروهی است که حضور داشتن داشتن دعوا میکردن من اونا رو دارم میگم مگر اون تصاویر فضای مجازی که اصلا اعتباری بهش هیچ حرفش نیست که اصلا بله این خب البته من در روز به نبودم در اونجا ولی قبل از اون در ترافاگار اسکوئر در جلوی سفارت بودم و هر بارم که این صحنه ها رو دیدم دعوا ها رو دیدم شدید تصمیم گرفتم دیگه نرم و واقعا برای مدتی اصلا نرفتم تو این تظاهرات چون عجیب بود برای من اینا اصلا جمهوری اسلامی رو تو اون تظاهرات گذاشتن کنار با همدیگه به زد و خورد پلیس کنند آره، همین مشکل من همینه که اولم همه اینجور شروع کردم که آقا یه جای دیگه است سر ماجرا جای دیگه است ما یه دشمن مشترک داریم یه وطن واحد ما رو این دو تا اصل یعنی اینکه دشمن مشترک وطن واحد خب باید اینو با اول باید سر این به توافق برسیم تا به سر این به توافق نرسیم دیگه بقیهش قصده است بقیهش دیگه حرفه چرا دیگه حتی همین بحث نمیدونم خودمختار تجزیه طلب نمیدونم فلان اینا اون داستان وطن مشترک رو اول مختل میکنه دوم اینکه سر دشمن مشترک وقتی میای میگی که آقا میشود نمیدونم با نمیدونم با اینا و بریم سراغ میر حسین و بریم سراغ این و, و بریم سراغ اون و اینا خب نشون میده که اون دشمن مشترک رو هم تو خوردش کردی تقلیلش دادی تقسیمش کردی بنابراین چون دو تا پایه اولیه که باعث تحکیم ما میشه باعث قوت ما میشه اون دوتا رو تو بشکنی دیگه چیزی ازت باقی نمیمونه دیگه دونکیشوتی داری دعوا میکنی با آسیاب بادیا داری میجنگی همینجوری همین نیست که داریم میبینیم اگر غیر از این چیز دیگه ای ما میبینیم من میگم یه ذهنیتی داره تو اون داره دنبال میکنه با واقعیت اینکه مردم داخل ایران چه فلاکتی دارن میکشن بابا میگه یه فیلم هایی رو دیشب دیدم یه کسی تازه شروع کرده از این فیلم ها میذاره تو یوتیوب و اینا رفته تو میدون شوش و نمیدونم تای شهر و اون پاکتاش جاده خاوران جاده مسکراباد خب اونجا هیچی نبود خب چل سال پیش اونجا هیچی نبود بیابون بود خب الان نگاه کن ببین مردم اونجا چجوری دارن یارو داره فیلم میگیره میگه اصلا نمیشه اینجا وایسی بوی تعفن تو این کوچه تعجب میکنه که مردم چجوری اینجا زندگی میکنن یا مثلا میگه اگه نگاه کنید به ساختمونا که اگه یه زلزله بیاد چه فاجعه اینجا صورت میگیره ما باید اینا رو در حقیقت بهش نگاه کنیم دنبال اینا نیست دنبال قرفر خودشه دنبال پوزشه دنبال اون میگرده میگم مشکلمون جای دیگه است و همه اینا یه جامعه از طریق رسانه از طریق آگاهی آگهی متحول میشه دیسکورس ها از اونجا شکل می از طریق رسانه ها شکل می گیرن گفتمان ها از طریق رسانه ها شکل شو یه نگاهی به همین رسانه ها بکنید ببینید که چه فاجعه ای وجود داره شما ازش نام میبرید به عنوان اسپانسر یه تزا... آخر رسانه که نمیتونه اسپانسر تظاهرات باشه که اون باید مخبر این خبر بیار تظاهرات باشه تصمیم گیرنده هست که چه کسی میتونه سخنران باشه چه کسی نمیتونه سخنران باشه یعنی فاجعه هست برای ما ایرانی ها. و من چندین مقاله در گذشته نوشته بودم برخی از این آدم های واقعا که من میزنم بدبخت اینا اعتراض کردن میگن نخیر این رسانه گفت این رسانه خیلی کار کرده افش... گفتم آره افشاگری کرده کار کرده اما با نیت چی با نیت اینی که گوش جمهوری اسلامی رو بگیره بیاره تو پکن تو چین سر میز مذاکره هر چی که بهش میگه قبول کنه و جمهوری اسلامی با خفت و خاری قبول کرد جمهوری اسلامی اینقدر با خفت و خاری قبول کرد که اون تابلو شیخ نمر رو های شیخ که دو خیابانی که در مشهدی که در تهران که به اسم شیخ نمر بودن تابلو رو آمد پایین جمهوری اسلامی همین کیهان شریعت مداری که میگفت عربستان صهیونیستی الان عرب میدونید چی میگن در خبرگزاری خورشون میگن سرزمین وحی میگن به زودی زوار ما به سرزمین وحی همون عربستان صهیونیستی بود دیروز چطور شد سرزمین وحی منظورم اینه که بقیده من عربستان خیلی موفق عمل کرد با یک سرمایه‌گذاری تا اونجایی که برای عربستان مربوط بود سرمایه‌گذاری بسیار ناچیزی و متاسفانه در بین ما ایرانیا هم مزدور انقدر زیاده که حد و اندازه نداره حد و اندازه نداره به همین دلیل این واقعا و چهار ساله که ما درگیر چارز آخوند هستیم چرا؟ چون آخوند تونسته در بین خود ما نفوذ کنه و این جنگ و دعواهای واقعا زرگری یا در نعمتی رو بین ما وجود بیاره از این نظر من یه مقداری دا... آخه ببین عزیز من من یه جمله رو از روزی که تو رسانه هستم این جمله رو تکرار کردم از کجا اومدین کجا وایسادین کجا رو دارین نگاه میکنی؟ این جمله رو شما از من حتما شنیدی نعم. که از کجا اومدی کجا وایسادی کجا رو داری, داری نگاه مثلا شما همین آقای بهشتی رو که ازش نام بردی چند بار امروزش نام بردی باید بپرسیم این از کجا اومده کی بوده این سبقش چیه دور تیوی چی کار کرده دور تیوی چه بلایی سر همون رولای سم آورد اینا رو باید بریم پیدا بکنیم ببینیم این چی کاره بوده بعد بفهمیم که آقا این داستان درویش گنابادی نمیدونم آقای زندگیات دکتر تابنده رو به چه روز فلاکتی انداخته چجوری الان دیگه تمام وزارت اطلاعات تو همه ارکانش نفوذ کرده بعد این آقای آزمایش اینجا میخواسته جای اون بشینه بعد چه جوری شده چه اتفاقی افتاده بعد این چرا این درویشه اومده حالا رفته گیر داده به سپاه پاسداران این دنبال چی میگرده چطوری ممکنه که آدمی 60 روز غذا نخوره همچنان سر حال توپ بشینه و با هم هم گفتگو کنه و بگه و بخنده و بلنش سرپا وایسه و خب اینا رو باید نگاه کنیم بعد ببینیم که این کجا بوده حالا اومده کجا وایساده دنبال چی داره میگرده این اومده که همین داستانی که دور شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت به زمین این اینه خب اگه این ستا رو نتونیم تشخیص بدین خب تا هش این <applause> لنگ دیگه بارش به مقصد نمیرسه دیگه شما نگاه کنید همین موضوعی که من دیدم الان تو گویا این مطرح کرده بود همین آقای آیت الله چی بود؟ همین مولویی که در اونجا بوده مولوی گرگیج گرگیچ که آقا تو در خارج بودی نمیدونم اصلا اونجا بزرگ شدی پس تو حق نداری چرا حق نداره چرا حق ندارم من این همونه خارج و داخل کردنه شما حق نداریم ما حق داریم چرا اینو کی تعیین میکنه این حق چیه چرا این حق نداره که تو خارج بزرگ شده این بچه ای که تو خارج متولد شده میره کنسرت ابی نمیده آهنگ ابی رو بهتر از ابی میخونه این چرا حق نداره اینکه میره با افتخار میگه من ایرانی هستم چرا حق نداره حق داره آقا وطنشه میهنشه چطوری حق نداره آدم را میهنش اظهار نظر رو کنه میشه میگه داریم چطوری آخه من نمیفهمم اینارو نه خود علما در منطقه در داخل ایران علمای اهل سنت واقعا تعجب کردن از صحبت های ایشون با توجه به اینکه ایشون ممنوع المنبر هست ایشون رو خل کردن حالا من نمیدونم واقعا وغن... من بعد دادم برای عفا رو بزن خب حالا من نمیدونم دقیقا چی بوده جریان ولی تو خود حدیث مفصل بخوام از این نمیدونم واقعا واقعا کسل کننده است یعنی اصلا آدم حیرت میکنه من نمیتونم حض کنم مثلا این حرکت این آقای اسمایلین رو اصلا نمیتونم بفهمم که چی دنبال چی میگرده این این کیه چیه اگه این اتفاق برای هواپیما اگه همسر و فرزند این تو این هواپیما نبود این آقای امروز کجا وایساده بود چون ایشون میرفت می میومد ایران ایشون میرفت میومد ایران ایران هم کتاب چاپ میکرد توسط وزارت ارشاد رای میداده تو تمام انتخابات میگه میکرد شرکت میکرده شما دیروز دیروز در سایت خودتونم یک مطلب خیلی کوچیکی از من که یه لینکی بود به اون خانم مسیح علی نجات که چقدر دفاع میکرد از رای دادن به روحانی چقدر دفاع می کرد خب اینا کسایی بودن که به روحانی رای می و تبلیغ می کردن. هست ویدیو خودش هست <ت guellame> خب <خواهد> خون... <ت سلم> ما ما با این گونه افراد الان طرف هستیم مدسوارن دیگه اینا عزیز من اینا همه برای خودش کار میکنه این برای من کار نمیکنه این برای مردمش کار نمیکنه این برای میهنش کار نمیکنه یه ویدیو داره میگه که آره اصلا نوروز تو ما تو درست تو اونجا قمیکلا میگرفتم ولی تو خونه ما نه اصلا ما خبر نداشتیم میشه آدم نوروز نداشته باشه تو خونهش شما به عنوان یه فرد بلوچ نوروز نداشتین تو خونتون تو دوران ببینید من تعجب بگم ایشون ایشون وقتی این رو میگه یعنی به خاطر اینکه مذهبی بوده یا به خاطر چی این حرف رو زده من نیدم این ویدیو شو چه میگه ما نه ما اصلا نوروز نداشتیم ما همون لحظه آخر یه می سفره پهن میکردیم میشستیم قرآن میذاشتیم شما فکر میکنید تقصیر کیه آ، آیه بهبانی گرامی تقصیر این رسانه هایی نیست که مثل همین ایران اینترنشنال که اینها رو بزرگ کردن و گذاشتن مثلا اینها بیان در حد و در کنار مثلا شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی بشینند و خودشون رو در همون حد و اعتبار معرفی کنند این باعث میشه شما ببینید وقتی این از قدیم الایام در ادبیات فارسی هم فراوان هست که وقتی شما انسان های کوچیک رو میخواهید بیایید بشینید به جاهای بنشونید به جاهای بزرگ این اولا خروش هم گم میکنه و همه چیز رو هم نابود میکنه و الان ما دیدیم که امید بسیاری از مردم نابود شد شما در همین ویدیوهایی که ایشون گفته بودن اول که میگفت آقای اسم نمیدونم آقای تاهری نبود بعد دوباره میگه وقتی تاهری مطرح شده هم من گفتم هم خانم نازنین بودند گفته ما با تاهری صحبت می شما گفتی که اصلا این مطرح نبوده چطور میخوایی باش صحبت کنی منظورم اینه که این مشکل من واقعا این مشکل رو من الان از دیگه دو سال به خصوص حدود هشت نه ماه پیش که ایران اینترنشنال شروع کرد خبرنگارای خودشو فرستادن به همه جا مثلا در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا نماینده حقوق این همه حقوق بشر است از خود خانم شین عبادی گرفته که برنده جایزه نوبل است و فعال حقوق بشری است از خانم برومند گرفته نمیدونم از بسیاری از شخصیت مثل اون دوست پزشک ما در در وین یا مثلا در نروژ اینا که فعال حقوق بشری شناخته شده هستند خبرنگار خودشو فرستاده اونجا به عنوان نماینده ایران بعد خبرنگارای خودشو میفرسته در کلاب هاوس که رهبری وجود بیارن خب مردمم قبول البته چیزی به شما بگم ها من نه دنبال جام نه دنبال مقامم آزاد هستم که انتقاد کنم حتی از خود مردم از خودمم انتقاد کنم مردم ما هم متاسفانه هر بار گول میخورن فریب میخورن فکر میکنن که واقعا آقا چاره ای نداره مردم ببین عزیز من مردم یعنی توده مس مس شکل نداره که مسه این یه چیزی میخواد که اینو شکل بهش بده عوام بیاره فرم بهش بده اون رسانه است اون گفتمانه دیسکورس هر چی شما میگی اسمش هست اسمش که مهم نیست این اونه که به این مس به این توده شکل میده فرم میده مسیر میده رنگش رو عوض میکنه درازش میکنه کوتاهش میکنه چاقش میکنه لاغرش میکنه ما اونو نداریم و اون اون بخش فا در حالی که دنیا وارد یه عرصه نو شده یعنی این هر کدوم از این ماها یه دونه ایسکای تلویزیونی سیار همراهمونه هر کدوم از ما این یه کانال تلویزیون امروز دیروز همچی چیزی وجود نداشت با همه این امکانات که وجود داره ما هنوز نمیتونیم ازش استفاده کنیم کمیتمون لنگه نداریم آقای دکتر پیام اخوان شما اصلا اسمشو نمیبینی جایی در حالی که اون یه حقوقدان برجسته است و خیلی کار کرده تو مملکت برای ما ولی یه ایرانی برو, برو, برو بگو آقای پیام اخوان میشناسی yeah. ترودو نخست وزیر کانادا اگه مشکل داری میره سراغ آقای پیام اخوان در مورد ایران بخواد مسئله چیزی بداند از پیام اخوان سوال میکنه اما شما میبینی اصلا این شیرستان ها اصلا سراغش نمیره اصلا ایران اینترنشنال نمیذاره اینا معلوم بشن برای مردم نه هر کسی که هر کسی که شعور داره مستقل هست جای... در جایگاهی هست که حرف چهار نفر خبرنگار یا روزنامه نگار صادراتی رو که الان مثلا در این رسانه هستند و گوش نمیکنه به همین دلیل اونا رو بایکوت میکنن این واقعیت ولی من یه سوال آخری که از شما دارم اینه که در رابطه با مردم چقدر شعور اینتلکت چقدر حکمت و بصیرت و دانایی لازمه که ایرانی باید داشته هر،, هر ایرانی باید داشته باشه که ببینه بابا این عربستان تلویزیونی که درست کرده برای دموکراسی برای آزادی زن زندگی نیست این یک ابزار فشار هست بله الان به نفع ما داره کار میکنه قبول ولی من که نمیتونم با سر شیرجه برم و این رو پرستش بکنم این یک ابزار دارن استفاده میکنن و یه روز و روزگاری هم تاریخ مصرف این تموم میشه کما اینکه دیدیم از این ابزار به عنوان فشار استفاده کردن و رفتن جمهوری اسلامی رو وادار کردند که عربستان سهیونیستی رو الان بگه سرزمین وحی و هر قراردادی رو اصلا هیچ تابال ما نمیدونیم واقعا مفاد این قرارداد و چین هم که رفتن به خاطر اینکه چین در قرار به اصطلاح امضا کردن قراردادهای بسیار مخفی و عجیب و غریب تخصص داره اصلا کارش همینه به همین دلیل من نمیدونم چرا هموطنان ما نمیتونن این مسئله رو درک کنن که وقتی تلویزیون میاد تعیین تکلیف میکنه برای اپوزیسیون تعیین تکلیف میکنه برای این میتینگ ها و جلسات و اینایی که مردم ها عادی واقعا با عشق و شور میان و فکر میکنن برای آزادی ایران یا برای یا علیه سپاه و غیره دارن کار میکنن این پشترش جریانیتی هست که اونها مشخص میکنن که دستور کار چی باشه چه کسانی صحبت بکنن از کدام طیف این کار داره صورت میگیره در در کول در برلین در لندن در پاریس در بروکسل همه جا و شما میدونید که این تظاهراتی که صورت میگیره اون هزینه ای که میدن پشت این یک شرکت های بزرگی رو استخدام میکنن که بیان اون پلتفرم و تمام این کارا رو بکنن که من واقعا تو نمیدونم نمیتونم بگم که آیا چند ست هزار پونده یا دلار یا چند یا چند آره خب پلیس پول بدی سکیوریتی پول بدی آره؟ استیج پول بدی ساوند و باید پول بدی همه اینا رو باید پول بدی پس مجانی که انجام نمیشه که این رو, رو مثلا رو عربستان دلش برای دموکراسی در ایران سوخته اینا این پول فرض میکنه آره یه نکته هم به شما بگم در مورد همین چین و اینا هم یادت باشه که آمریکا پشت این داستان بوده هست یعنی همین گروهی که فوشش میدن همین بایدن و مایدن و اینا رو که فوش میدن اینا این گروه به چینی ها فشار بودن که آقا شما فقط نمیتونی از این داستان ها سود ببری باید بری و این داستان سرخ رو ببری آشتی رو ببری تأمین کنی امنیت ببری تو منطقه خب تا امنیت نهاش که تجارت نمیتونه کار کنه که سر تجارت هم تو آمریکاست حالا این شما بگو چینی ها نمیدونم بردن زدن نمیدونم اقتصاد رو گرفتن از آمریکا پیروز شدن و آمریکا متحد شدن با ایران به آمریکا رو خو خب اینا وهمه اینا, اینا, واقعیت نداره اینا خیاله این تمام اینجا عدسه و کنه اون دنیا تول ارز میکنه شما دیدیم در سال 88 2008 دیدیم خب دیدیم شاهد بودیم داستان همین بحرانی که در چی بود مسکن در آمریکا اتفاق افتاد مملکت ایسلند اعلام بنکراپسی کرد آقا برشکست شدیم و خب میشه مملکتی اون ورد تو قطب شمال چه ربطی داره خب بعد وقت میاد میگه چین میگه چین و ایران و روسیه با هم هندل شده آمریکا رو بزنن زمین اینو ترویج میکنه اصلا این اصلا اینطوری نیست باور کن من یه نکته به شما بگم من پیروز اینجا با آقای دکتر انواری صحبت کردم حق با شماست صد درصد حق به جانب شماست آقای دکتر دوشگی شما برو نگاه کن ببین که کامنت هایی که زیر اون برنامه گوشتن رو برو بخون اون یه مرد متشخصه یه آدمیه که صاحب جاه و مقام و مکان توی این دستگاه دولت آمریکا یه آدم گردن کلفته موقعی که دفتر کارش خواستی بری از 15 تا دفتر باید عبور میکردی تا برسی به دکتر انواری برو کامنت های زیرش رو بخون ببین چی نوشته در حالی که درست داره تعریف برات میکنه پشت قضیه داره برات میگه که آقا فرقی نمیکنه در داخل آمریکا که چه کسی رئیس جمهور باشه یه سیاست کلانه اون سیاست کلان اجرا می شود و اون تای تای اونو که بری بگردی واکاوی کنی میرسی به دانشگاه می بینی که اون دانشگاه هست. مرکز علم که اینا رو میاره به عنوان پیپر میبره میده به اون به این کمیته به اون کمیته اون کمیته این کمیته تا میشه فرمان میشه قانون میشه اینی که من و شما راحت در این ممالک در این زندگی میکنیم ولی شما سطح دانشگاه ایران رو نگاه کن سطح مدارس ایران رو نگاه کن شما این مثال الان گفتین چی بود به شما تغذیه رایگان دادن به اینا مسمومیت رایگان میدن شما وضع مملکت رو نگاه کن تنها چیزی که برای این مردمی که اینجا دارن زندگی میکنن وجود نداره میهن و وطنشه مردمشه این فقط فکر اینه که این بره اون بتونه بره ایران بتونه بره باغ پدرش نگاه کنه همین دلش برای اون تنگ شد دو برای خودشه برای مردمش نیست این دست در دست هم نهیم به مه همین که شما اشاره کردی حکمت ما پر از حکمت فرهنگ ما ولی نمیدونه و این تقصیر رسانه است رسانه بایستی که قوی باشه تا بتونه این گفتمان رو ببره میون جامعه وقتی اونو نداری لنگی دیگه شما اینو حالا بشکنی بیاری تو سطح فرض کنید که همین سایت تو سایت هم که بری همین قصه است همین قصه پراب و که شما تعریف میکنی از تلویزیون تو سایت هم همینه این هنوز فرق بین تلویزیون و پادکست یا اون ویدیویی که تو یوتیوب قرار میگیره رو نمیدونه که آقا تلویزیون یه تعریف داره یعنی یه آپاراتیه که شما وقتی کانالشو میچرخونی میذاری رو کانال هفت هشت ده صد و سی و دو فلان کانال معین برنامه معین ساعت معین این میشه تلویزیون تعریف تلویزیونه ولی یه ویدیو درست میکنی میذاره تو یوتیوب بیارو میگه تلویزیون جهانی ایرانیان خب این تلویزیون جهانی نیست که نه تلویزیونه نه جهانیه نه هیچی نداره مشکل ما سر اولم قبل از برنامه شما سر تعریفه سر تعریف ها ما مشکل داریم سر اسم مشکل داریم اینا رو باید یکی یکی یکی, یکی با صبر و حوصله کار که عجلم نیست این میخواد زودی به دست بیاره زودی نداریم که تو همین تو انگلستانی که شما توش زندگی میکنی تو این مدت که اونجا چندین ده سالی که اونجا زندگی میکنی بدی چقدر تحول صورت گرفته به نفع مردم غیر از این آقا یا همون یک روز اول اومدی نه الان دقیقا چهل سال شد و علت من یه نکته دیگری رو هم بگم که بفرد. مثلا حالا, حالا من شاید این اعتراف رو بکنم اینجا مثلا بعضی این موقع من برنامه های تلویزیون شما رو نگاه میکنم باور کن از آقای مثلا البته خیلی دیگه کسان دیگری هم هستن در تلویزیون شما ولی مثلا از ایرج مستقی من یاد میگیرم این رو بدون تعارف دارم من بشینم حرف یکی رو گوش کنم مثل مثلا همین تلویزیون ایران اینترنشنال آدمایی رو میاره که اصلا سواد ندارن آچار فرانسه هستن که در مورد فضا و در مورد نانو و در مورد ارزم بزرگ خوشسالی و محیط زیست و سیاست و در همه چیز وارد طرف سریع هم حرف میزنه متخصص هست خب من این رو گوش نمیکنم چون واقعا اینا اطلاف وقت هست ولی وقتی مثلا آقای مستاقی یا برخی دیگر از مهمانان شما صحبت میکنم خب بعضی بعضی برنامهش من اعتراف میکنم خیلی طولانیه یکیش آخریش من فکر کنم پنج ساعت بود ولی اون تکای شورت یا کوچیکی رو که شما میذاری خیلی آموزنده است خب شما مثلا این رو نگاه کنید همین تلویزیون میهن با این در مقایسه مثلا با اون یعنی دویست و یا و نه میلیون دلار هزینه بوده بر طبق چیز که من دیده بودم خب من نمیدونم تلویزیون شما رو با اونا مقایسه کنید محتوا رو ببینید محتوای آموزشی خب فرق میکنه واقعا یعنی ما متاسفانه گیر این گونه رسانه افتادیم که اهداف اه اه خودشون رو دنبال میکنن و اکثر مردم هم به خاطر اون همه پولی که اونا دارن خرج میکنن به همین در ادامه صحبت سال پنجا و دو هفته است درسته شکصد و پنجا شیش یعنی چند تا پنجا و دو هفته میشه یعنی چند ده بالای سیزده ساله دیگه نه. درسته ما یه برنامه آقای دکتر عطای انصاری داره اینجا یه دعارت المعارف پزشکیه که هر هفته زحمت میکشه این مرد بزرگ یه موضوع پزشکی بیماری نمیدونم غیره رو میاره تعریف میکنه برای مردم نه بهش میگه که این کارو بکن این کارو نکن اصلا اینا نیست موضوع رو برای تعریف میکنه که این بیماری یعنی چی چه, چه باید کردش کدام است بعدم دکتر باید بری باید حتما بری پیش متخصص باید بری پیش پزشک پیش دعا نویس و نمیدونم شما برو نگاه کن ببین این برنامه ای که به راستی دارم برات میگم یه دارت و معارف پزشکیه برو ببین اصلا نگاه میکنه نه دکتر محمود مسائلی بزرگترین مسائل حقوق بین رو به زبون ساده میاد اینجا برای ما تعریف میکنه با کامنت های زیرش بخون آدم خجالت میکشه شرم میکنه که آه این آه چرا چرا بیدار نمیشه چرا گوش نمیده ولی حج و حیاهو و جوانمردی و شینشین و اینا رو دوست داره فخرآور رو میپرسته ولی اینجوریه قصه ما یه قصه دردالوده یعنی چرا قطع شد آقای دوشوکی یه دستی زد خودی دستد به چه اتفاقی افتاد نفهمیدیم حالا من منتظر میشیم که برگرده و باید از حضورش هم خدافزی کنیم و روزگار سختی نازنی بایستی که عمیق شد رفت سراغ ریشه ها و علت ها رو جستجو کرد این که این اینجوریه اون اونجوریه مردم مردم هیچ گناهی ندارن مردم توده است توده شکل ندارد فرم ندارد شما بهش رنگ میدی قوام میدی مشکل شما اینه که عجله داره زودی میخوای بگیری بگیری بری میگه چرا نشد؟ چرا انقلاب نشد؟ چرا نشد؟ برای که فرق بین کودتا انقلاب رو برایش تعریف نکرده هنوز چند انقلاب تو مملکت صورت پذیرفته ولی هنوز نمیدونه تعریف انقلاب چیه این مشکل کیه چیه از کجاست یک کلمه، رسانه سانسور سانسور کردن سانسور شدن به حال نیومد آقای دوشکی وقت ما هم به پایان رسید از طرف خودم آقای دوشوکی از شما نازنینان سپاس گذارم از اینکه دنبال کردی نهایت سپاس رو دارم برای شما نازنینان مثل همیشه از صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه ممنون از شما